همکاری مردم بسیار مهم است. باید مردم با شورای هم کار باشه، با دولت هم کار باشه. اگه ما همکاری نکنیم دیگه یا هرچی که دلشان شد باز سر ما سودا میکنه. شهروندان کابل از روند کار مسئولان در شورای کابل برای کنترل قیمت ها در جریان ماه مبارک رمضان ابراز رضایت کردند. آنها میگویند نسبت به یک ماه قبل از رمضان در قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر کاهش چشمگیر دیده می شود. سلام علیکم. محمد حسین برای خریداری نیازمندی های اولیه خانه خود بازار آمده. همین چیزی که میدی کل جنست مطابق نرخ شارولی باشه. داری نرخ شارولی نرخنامه. اما دیده می شود خریداری نیازمندی های اولیه از فروشگاهی که نرخنامه شارولی کابل را داشته باشد برای محمد حسین ارجحیت دارد. همکاری مردم بسیار مهم است. باید مردم با شارولی هم کار باشه، با دولت هم کار باشه. اگه ما همکاری نکنیم دیگه یا هرچی که دلشان شد باز سر ما سودا میکنه. ولی از سابق در همه نرخ ها پایان شده را. مثال همین تیل ارزان شده، گاز ارزان شده، نرخ های دوکان ها از پار سال تا ایم سال از اول عمل تا حال زمین آسمان نرخ تغییر کرده. ولی مهمی است که مردم همکاری کنه با شاروالی. اگه مردم همکاری با شاروالی نکنه ما و شما هیچ وقت کامیاب شده نمیتونیم. فیبوری اینجا نمشته است یکش 18 ست. محمد حسین دقیق هر جنس را تلاش دارد در مطابقت با نرخنامه شاروالی کابل خریداری کند. غیر مقصد ما مطابق با نرخنامه خریدیم همه گپای خدا. با امید از اینکه کل مردم همه قسم به نرخنامه را ببینند سودا بگیرند. مسئولان در شاروالی کابل نقش این گونه تلاش های شهروندان را در ترویج فرهنگ استفاده از نرخنامه زیاد مهم می دانند. کوشش خود می کنیم که نرخنامه را تطبیق بکنیم. اما از شهروندان هم می خواهیم هر دوکانی که اینا میرن نرخنامه را تعقیب بکنند. مطابق نرخنامه اگر جنس بود بگیرن، اگر نبود نگیرن، از دوکان سودا نکنن. در ضمن در ترویج نرخنامه همراه ما هم کاری کنند. در خود نرخنامه شماره تماس است، همراه ما تماس بگیره. ما در هر ساعت کنترلر را داریم. سرانجام خریداری نیازمندی های اولیه محمد حسین تمام شد و از احساس مسئولیت شاروالی کابل در قسمت کنترل قیمت ها او قدردانی می کند. ما ابراز سپاس و تشکر می کنیم از شاروالی کابل. در طول همین مدت که کار کردن نرخ ها را زیاد کنترل کردن، به صفایی شار زیاد کمک کردن. این تنها محمد حسین نیست که از روند کنترل قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر رضایت دارد. در این گزارش تقریبا بیشتر شهروندان در این زمینه ابراز رضایت کردند. دا چه د خوراکی مواد و باید ډیر ټیټه شوی دی، د خاروالۍ څخه، د امارت اسلامي څخه، د دولت څخه موږ ډیر منندو یو. په هر عرصه کې باید دوی مثبت کارونه وکړي، په هر عرصه کې باید همدغه تغییرات راولي، مثبت تغییرات باید راشي. امسال نظر به رمضان سال گذشته خوب بوده، به خاطر از اینکه نرخنامه تعیین شده بود از طرف دولت برشان مطابق اون نرخنامه مردم خریداری خود کرد. موجودیت نرخنامه در هر دوکان زیاد ضروری است و در این زمینه وکلای گذر موظف شدند که باید با جدیت این مسئله را پیگیری کنند. بله، ما خودم نرخنامه گرفتیم، خودم بسیار چاپ کردیم، همیجا کپی کردیم، کسیش که میگه ندارم باز ما خودم نرخنامه میتو بشه. فروشندگان مواد خوراکی میگویند در قیمت مواد خوراکی نسبت به یک ماه قبل کاهش دیده شده است و نسبت به رمضان سال قبل این کاهش چشمگیر است. گفته می شود دلیل اصلی کاهش قیمت مواد خوراکی به ویژه در ماه مبارک رمضان جدیت در کار مسئولان در کمیسیون منع احتکار و کنترل قیم است که این کمیسیون در هر ده روز یک بار در ریاست کنترل مارکت های شاروالی کابل برگزار می شود. در جریان ماه مبارک رمضان در بازارهای شهر کابل بیشتر یوتیوبران افغان کنترل قیمت مواد خوراکی را در گزارش هایشان بازتاب دادند. حال میریم به سراغ یوتیوب و نگاه می اندازیم به نظریات مردم. عمر یکی از کاربران یوتیوب نوشته کرده تشکر از این اقدام نیک شاروالی کابل، واقعا که کارتان عالی است. همه باید به قانون احترام گذاریم تا وطن عزیز ما آباد شود. با مخالفین برخورد قانونی کنید که یک عمر قیمت فروشی کردند. به همین ترتیب یکی دیگر از کاربران یوتیوب نوشتن باید تعداد کارمندان تفتیش در هر ناحیه روز به روز اضافه گردد تا دکاندارها و قصابی ها مطابق نرخنامه عمل کنند و همیشه
تفتش صورت گیرد. موفق باشید. به همین ترتیب در پیوند به کنترل قیمت مواد خوراکی در بازارهای شهر کابل، قیس نادری نوشته کرده لطفاً یک بار ناحیه 9 و ناحیه 16 هم بروید، به ویژه در مارکت مکرویان 3. محمد نوشته کرده که واقعاً در بازارهای شهر کابل امسال در ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی مناسب بود نسبت به رمضان سالهای گذشته. از توجهتان تشکر. خب کامنت ها و نظریات بسیار زیاد است.